به نام او که در ذره ذره وجودش مهربانی است، رضا ابراهیمی هستم. دوستان گرامی، مطلبی رو در رابطه با قنات‌ها تقدیم حضورتون میکنم. در ابتدا حمایتم بفرمایید با لایک و سابسکرایب. دوستان عزیز، در مبحث قنات‌ها اولین موردی که بایستی توجه ویژه داشته باشید اسامی و زنجیره اسامی هست، نام‌ها هست. ببینید دوستان، کلمه اسامی رو به کار میبرم، اسم نه، اسامی. زنجیره رو به کار میبرم، نام‌ها رو به کار میبرم، نام نه، نام‌ها. ما در مبحث زنجیره یابی دوستان عزیز در قنات‌ها یا رودخانه‌ها یا هیچ فرقی نمی‌کنه، در تمامی مواردی که به دنبال بارگذاری هستید بایستی زنجیره اسامی رو از بلندگاه تا پستگاه بدونید. اما در رابطه با قنات، قنات نام داره، در منطقه نامی هست قنات‌ها. و دوستان عزیز، بعد از اینکه شما اومدید مسافت رو مشخص کردید، در دوره اشکانی 23 کیلومتر، ساسانی 12 کیلومتر و هخامنشی 8 کیلومتر محیط بارگذاریشون هست. در رابطه با قنات دوستان عزیز، شما در ابتدا بایستی بیاین مظهر قنات رو مشخص بکنید. مظهر قنات یعنی چی؟ یعنی قنات اولی. قنات اول رو که مشخص کردید، میشمارید این میل ها رو، میشمارید میل شماره 7، 7 عدد مقدسی بوده، میایین رو میل شماره 7. فرض کنیم این میل شماره 7 هست، میریم در کنار میل شماره 7. متاسفانه دوستان این میل چاهش رو بستن. خب بریم سراغ یکی بعدی. خب ما دوستان عزیز حلقه قنات رو پیدا میکنیم. این خب امیدوارم که باشه. بله، حلقه قنات دوستان عزیز پیدا شد. خب حالا حلقه قنات مشخص هست، حدودات اربعه رو مشخص میکنیم، شمال، جنوب، شرق، غرب. حدودات اربعه مغناطیسی با قطبی کاملا متفاوت هست دوستان. ببینید، حدودات اربعه قطبی با حدودات اربعه مغناطیسی متفاوت هست. وقتی ما میل قنات رو مشخص کردیم، حدودات اربعه اصلی مشخص شد، قنات شماره 7 مشخص شد، اینجا هست که گام شمارها رو بایستی لحاظ بکنیم. گام شمار شماره 3، 5، 7 و 13. خب گام شمار شماره 3، 5، 7 و 13 در شمال، 3، 5، 7 و 13 در جنوب، 3، 5، 7 و 13 در شرق و همینطور در غرب. در گام شمار شماره 3 نگاه میکنیم آیا استارتر هست یا نه، 5 نگاه میکنیم استارتر هست یا نه، 7 و 13 شمال، جنوب، شرق و غرب، همه اینها رو نگاه میکنیم. اگر استارتر بود، یک اتاقک کوچک 1x1 حدوداً شما اونجا دارید که در اون اتاقک کوچک دوستان عزیز یک بودجه‌ای برای تعمیر و هزینه مرمت قنات‌ها در اونجا دوستان عزیز وجود داره. اگر اون دوستان گرامی، اگر اون استارتر نبود، تنها راهی که شما بتونید نقطه هدف و اون اتاقک رو مشخص بکنید دازینگ هست. پس دوستان عزیز به یاد داشته باشید، نام قنات، نام‌های محیط از بلندگاه تا پستگاه و خدمتون عرض بشه مظهر قنات، قنات شماره 7 و گام شمار، اینها رو در نظر داشته باشید، مطمئن باشید موفق خواهید شد. دوستان گرامی، حمایتم کنید با لایک و سابسکرایب. رضا ابراهیمی هستم، بدرود.